بله؟ فرشته جان سلام. سلام زری جون، بیا تو. مرسی من نمیام تو، اگه ممکنه تو یه دقیقه بیا. نه بابا چی داری میگی، بیا بیا بالا بیا. فرشته سلام. میخواستی منو بکشونی تا اینجا؟ خب بیا بالا دیگه. نه قربونه، داشتم من این طرفا رد میشدم، گفتم یه سری هم به تو بزنم. آخه اینجوری تو خیابون زشته. علی تو خونه تنهاست، باور کن. اشکالی نداره، 5 دقیقه. فرشاد سلام، کجا بودی؟ چطور مگه؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ کار داشتم. به جون تو میخواستم یه جوری این در رو وا کنم و برم. نه بابا. نه آره دیگه، گفتم نکنه ما رو گذاشتی سر کار. بابا دمت گرم، نمیدونستم اینقدر دلنازکی. اونم که از صبحت. صبح چی شده؟ چرا اینقدر مگسی بودی صبح؟ جونم واسط دیگه. ای آقا فرشاد صبح که از خواب بیدار میشه اینه اون برج زهر مار میمونه. حالا بیا ناراحت نباش بیا. به به چاف گوشتی چان جان. بابا اینقدر دیر کرده که از دهن افتاد. بیا. ایبی نداره، عوضش واسط خبر خوب دارم. خب بگو میشنفم. با آقا رامین صحبت کردم. رامین چیه؟ همون که بابا واسش کار میکنم. آها خب بهش گفتم رفیقم هستی و خوب میشناسمت. خب بعد گفتش که ببرمت پیش جمشید اونجا. جمشید؟ جمشید کیه؟ بابا جمشید همونه که جعل اسناد میکنه. آه جمشید جعلیه؟ فهمیدی؟ آره. گفت یه امتحانی ازت بگیره. خب. اگر قبول شدی وردست خودش واسه کار کنی. این که عالیه، دست درست آقا فرشاد. شام امشبت حلال شد. نونه بده به من، نونه بده من. بیا بیا. اما میخواستم یه چیزی بهت بگم. دیگه چیه؟ کار کردن واسه اینا حکم راه رفتن روی لبه تیز چاقو رو داره. یعنی اگر بخواد دست اسباب خطا بکنی
چاقوی که دسته خودش میباره هیچ، وای به او آدمی هم که روش را میره. حالا تو هم هیما رو به ترسونا. اتفاقا ترس گاهی وقتا خوبه که آدم سرشو به باد نده. خیار تخت باشه او بشه بشه لو بیاره نره. بگو اینم حالا که قرار گذاشتی؟ همین امشب آب گوشتو میخوریم و راه میفته میره. امشب؟ خب کجا بس بریم؟ الو جمشید. جمشید؟ ای بابا بخور بخور. میدونه این کار بسته چی میکنم؟ یکی اینکه خیلی دوست دارم، دوی من اینکه یه مطلبی هست که بعدم بهت بگم. خب نه بگو الان بگو. نه بعد بهت بگم بعد. هر جور عشق باقا باقا. مرکز سن دوازده سن دوازده مرکز مورد پیچید تو خیابون زفر. برای پیامتون دریافت شد. سن دوازده به محض شناسایی محل آدرس دقیق رو به مرکز اعلام فرمید. سن 26 در ساعت مشاهده خودروی مورد نظر سریعا موارد رو به مرکز اعلام فرمید. جمشید جمشی بیا تو در بازه. کجایی ماما؟ بشی رو منم. بیا بیا بشی سیده رو چنده. بیا باش بیا ببین چه دست گلی وسط آوردم. سلام. سلام. کلی منتظرت بودم. برای چی؟ اون کاری که بهت گفتم رفتی انجام دادی؟ آره. خب چی شد؟ چرا نمیدی خبرشو بهم بدی؟ حکایتش درازه. اما کارتو انجام دادم. خانم بچه‌ها هم گفتن بهت بگم میرن گلفروشی محمد آقا که تو بهشون تلفن بزنی. کی؟ همون شب. وقت تو حالا به من خبر میدی؟ گفتم که حکایتش درازه، گرفتار شدم. وسط بگم حالا بیا آقاسیا رو بهت معرفی کنم. پسر گلی گلیه. بیا بیا بیا. چشمای رفیقمو به جمال تو باز میکنم که معرفتت حرف نداره. بفرما. اسمش آسیاه، از بچه های گل سراسیا. اینم آقا جمشیده، از بچه های گل ناف مولوی. همون آقا جمشیدی که هی ازش تعریف میکردم. تمام. چیه؟
چرا ماتت برده؟ چرا سلام نمیدی به آقا؟ چرا ماتت برده؟ میچی چیزی نیست بیرزه، زنم خوش نیست. جمشه درو بس کن بابا ببینم این چجوری اینجا رو پیدا کرده؟ حرفم نمیزنی آدم. ببین انگوش بزن بیخی گلوت، شاید مسمومیت پیدا کردی. نکنه دیوونه بازی داره یه چیزی بگی. میخوای ببرمت اورژانس؟ نکنه اینقدر خر باشه. چی شد نمیدونم، تو جنی شد. برای چرا نمیاد بیرون؟ گمون کنم که مسموم شده. بهش گفتم انگوش بزنه بیخی گلوش. تو دیگه چرا حیرون شده؟ چی؟ آره این عکسای فوری قیافت شیش در چار شده. چیزی نیست آقا فرشاد. نگران بودم. تفریم از صبح تا شب اینجا اسیره. خب بایدم اینطور باشه. نه آفتابی، نه مهتابی، نه ستاره دنباله داری. چه قافیه ای. نگاه کن نگاه کن، مجمع الجزایر تحصیگاره. میگم آقا سیا، اگر کارت جفت جور شد شیرین ما ویزا میشه. آره اگه این کار ما درست شد، خب اینم سر جاشه. فقط کجا نمیدونم. ازمیر میپریم، میشینیم، به آب میفتیم. بعد چی؟ تو ازمیر کباب ترکی. خش خش خش. بهتر شدی؟ میخوا وسط یه دم کردنی درست کنم. ببین برو یه سیگار برو من بخر ببر. باشه میرم، تا برمیگردم تو هم هوایی آقا سیای ما رو داشته باشه، یه احتر مشتی ازش بگی.
ببین میخوام پیش آقا رامین رو سفیدم کنی ها. باشه. قد بازی هم در نیاری ها. کوتاه. خیلی خوب. خیلی خوب. چرا ساکتی؟ کی باورش میشه تو اینجا؟ خب یه چیزی بگو. پاشدی اومد اینجا که چی؟ ها؟ اومدی منو ببری؟ پا چرا معطلی ببر؟ چه بلای سر خودت آوردی جمشید؟ دیگه از من چیزی نپرس، چون خودم هم نمیدونم که واسه چی و چرا. امیر از اینجا برو، تو خدا از اینجا برو. چی اومدی منو دستگیر کنی؟ من که چیزی نگفتم. پس چی؟ باورم نمیشه. امیر جون از اینجا برو، به هیچ کس هم چی نگو. خودت خوب میدونی که من این کارو نمیکنم. آره میدونم. تو کله خر و یه دنده ای. ولی بهت بگم این بازی نیستش که تو از توش برده بیرون بیای. من برای بازی اینجا نیومدم. با کلمات بر نرو، اگه همین فرشاد بفهمه تو ماموری میکشته در جا. اون نمیفهمه، مگه تو بهش بگی؟ خب زیادم از من مطمئن نباش. ببین بذار روشنت کنم، من اون جمشیدی نیستم که تو میشناختیش. تا خرخره رفتم تو کار خلاف، اینم مال روزمه. آره فقط کافیه یه ساعت مواد به هم دیر برسه تا مثل حیوان دنیا رو چنگ بزنم. حتی روی من؟ پس به خاطر رفاقتمون برو، به خاطر گذشتمون برو. امیر ما زندگی ها با هم کردیم، یادت نیست؟ چرا؟ یادم. حالا که نمیخوای خرابشون کنی، نه؟ بگو که نمیخوای خرابشون کنی، بگو. من برای خراب کردن اینجا نیومدم، من اومدم کمکت کنم، مثل همیشه، مثل اون موقع. یادت هست؟ حرفتو بزن، بگو اومدم بگیرم به تحویلت بدم بندازم زندون. خیال میکنی اینجا کجاست بدبخت؟ اینجا هم زندونه، فقط عرف نداری و ملاقاتی. تو خودت میدونی چی کار داری میکنی؟ تو شدی جاده صاف کنی یه عده آدم آشغال. لیاقتت همین بود؟ آره همینو میخواستی؟ تو اصلا حرف حسابت چیه؟ چی از جون من میخوای؟
جمشید، تو میتونی به من کمک کنی تا بفهمم ته این تشکیلات کجاست؟ ببین امیر جون، تو اگه فکر میکنی که من بتونم کمکت کنم که فراموش کن، من غیر از اون کاری که میکنم هیچ دیگه نمیدونم، باور کن. هرچی تو حتی اگه اندازه سری سوزنم به من کمک کنی برای من خوبه. من چی کار میخوای برات بکنم؟ ببین الان همه چیز دست توه، یه کاری بکن من بتونم تا یه مدتی توی شماها باشم، بقیهشم با خودم. امیر جون، اونا زرنگتر از اون چیزی هستن که تو فکر میکنی، ها فقط کافیه بو ببرن، اونا دیگه اصلا واسه شون فرقی نمیکنه که تو پلیسی یا هرچی هستی، میکشنت. شایدم نه. خب این کارو میکنی؟ بگو بگو الان فرشاد میرسه ها؟ نمیدونم، باید فکر کنم. خب فکر کن، خوب فکر کن جمشید. به سری، علی، خودت، من. فرشاد اومد، تو هم بهتر بری. خب قرار چی میشه؟ این کارو میکنی؟ ببین تو برو، من به فرشاد میگم فردا شب بیارتت اینجا، اون موقع سر فرصت میشینیم با هم صحبت میکنیم. کلکه نمیزنی. اینم دو تا سیگار فتیله دار، چوب خطت هم بالا رفته، میتونی ببریش، قرارمون فردا شب همینجا. این چی شد؟ کارش درست شد یا نه؟ امتحان ازش گرفتی؟ فردا شب بهت میگم. با هم بیان؟ آره ببینم. فرشاد وقتی میومدین هیچ کس تعقیبتون نکرد؟ نه بابا، حواسم جمع بود. چطور مگه؟ هیچ. ببین از همین الان که میبریش به هیچ وجه تنهاش نذار، هر چه رفت باش برو، تا فردا شب که میای اینجا. اولا که خیالت تخت تخت باشه، دایی و من، آقا فرشاد هیچ وقت آدم های ناجور و غلطی رو اینجا نمیاره، مگه بچه‌ام؟ از بچه‌ام بچه تری. فردا شب میبینمت، فردا شب چشاشم ببند. فکر کنم تجدید آوردی، اینه آخر ساله و باقی امتحان، در سینه میتفت قلب آقا سیاه، قلب امانز دست جمشید، آقا سیاه گشت تحصیل، لعنتی تو چجوری فرشاد رو پیدا کردی؟ حالا چی میشه چی که باز بکنم؟
نظرت چی بود؟ راستش ترس برام داشته. از چی؟ خب دیگه دارم وارد یه دنیایی میشم که هیچی ازش نمیدونم. راستشو بخوای منم هیچ چیز نمیدونم، حتی نمیدونم واسه کی کار میکنم. اینجا حکم یه پادگانه داره، حالا تیم سر کیه خدا میدونه. حالا چه بکنیم تا فردا شب؟ فعلا که وبال گردن ما شدی، بریم خونه. اگه دلخوری برگردم هتل ها باپی نیا دلخور میگه. دیگه از اینجا تا خونه راه نیست، بزن با کوچه و برو خونه، منم زودی برمیگردم. حالا تو حتما باس بریم؟ تنهایی خیلی سخته. خب با هم باشیم بیشتر خوش میگذره. خب کار دارم. کی برمیگردیم؟ شاید تا فردا غروب نیا. تا فردا؟ آره. ای بابا منتظرم باش تا بیام با هم بریم پیش جمشید. حرفی نیست. باش. برا الو سلام، کجایی؟ خونه نمیای؟ نه خیلی کار دارم. دخترم چطوره؟ خوابیده، همش سراغ تو رو میگرفت. از قول من ببوسش. باشه. ببین امروز زری اومده بود اینجا. زری؟ خب چیکار داشت؟ بعدم بهت میگم. بعدم میگم یعنی چه؟ ازم میپرسم چیکار داشت؟ گفتم که بعدم بهت میگم. ببین فرشته، برای من خیلی مهمه، ازت میپرسم زری چی کار داشت؟ الان وقتی شوخی نیست. شوخی نمی کنم. کاری نداری؟ یعنی چی؟ بابا چیز مهمی نگفت، بعدم بهت میگم. خدافظ. تو باشی دیگه نگی بعدم بهت میگم. الو اتاق فرمان. سلام، سرگود کرانی هستم. ممنونم، متشکرم. ببینید هر کدوم از بچه هایمون دلو بره هستم بگیم بیاد من کارش دارم. آره من توی تلفن عمومی توی پامینارم. آره عباسی؟ خیلی خوب، به عباسی بگیم بیاد. نه همون سر شهاره منتظرش میمونم. ممنونم، کاری ندارید؟ خدافظ. یادت امیر، تو یه دفعه دیگه این برا رو سر منو بردی. من که یادم نمیره. بازم داری همون کار رو میکنی. انگارم دیروز بود. خب خسته شده بودم،
از خونم، از زندگیم، از آقام، از کتکایی که میخوردم اون که نمیفهمید. بعد صدای داد و فریادش تو کوچه میپیچید، از خجالت آب میشد. خودم گفتم بدبخت، که چی وایستدی اینجا تو این خونه؟ بزر برو. بعد یه روز اومدن در خونه شما، چجوری این وقت شب زدی بیرون؟ شما رو باید خدافظی کنم. کجا؟ همین بندر عباس. بندر عباس؟ چرا؟ چی دارم میرم دیگه، هرچی آقام پیرتر میشه بدتر میشه. چی شده؟ بازم زدته؟ آره با اون کار عروزشه. هر جا بری میاد دنبالت، پیدات میکنه، اون وقتش هم برات میگرده. نه این بار دیگه دست شما نمیرسه. حالا کی میخوای بری؟ فردا صبح میان دمه گاراش. پول واسه بلیط داری؟ آره 50 تومن جور کردم. پس یعنی الان اومدی خداحافظی کنی بری؟ اگه دوست داری فردا صبح با هم بریم دم گاراژ شمس الاماره. باش باید میام. پس قرار صبح ساعت 8 دم سقا خونه، یاد نره. باش خداحافظ. خداحافظ. سقا شده جان تشنه به وصلت تو صد بار دیگر. برو برو تا گفت اینجا، از این به بعد خوابت، خوراکت، تفریحت، همه چیزت همینجاست، فهمیدی؟ آقا گفته بود جمشید میخواد فرار کنه. همین رفیق شفیقش. کی؟ امیر. اگه نگفته بود معلوم نبود باید از کجا پیداش میکردی. بندر عباس، آبادان، احواز. این امیر نامرد پیدا بچه یه دستان به دستت نرسه. یه بلای سرت بیارم. این زندگی لعنتی غیر از تو کسی رو نداشتم. الان دوباره به همه چی داره تکرار میشه. فقط فرقش اینه که دیگه تو انباری نمیندازم، یه راز میبرنم زندون. ما یه حبس طولانی شاید در حالم بد میشه.
فهمیدم فهمیدم باید چی کار بکنم. سندش هستم بفهمیم مرکز سندش همکرون گزارش رسیده که مورد جمشید موقعیت خودش داره ترک میکنه، چی دستور میفرمایید؟ مرکز پیامتون مفهوم بود، لطفا تا اطلاع از مقصد جدید ما رو در جریان بذاریم. داد مقصد چهار مرکز؟ یعنی؟ یعنی دلیل کجا بوده؟ به واسطه اینکه مقصد مورد جمشیدم. فرشته فرشته کجایی؟ امیر تویی؟ سلام. خیلی کار بدی کردی، خیلی. چه کاری؟ برای چی منو کشوندی اینجا؟ من؟ آره تو. یک کلمه ازت پرسیدم زری چی گفت؟ میگه بعدم بهت میگم. خب این که چیز مهمی نیست. از خودت یاد گرفتم همه چیزو بعدم بگم. خیلی از دستت کلافه بودم. اونقدر که فکرش هم نمیتونی بکنی. واسه چی؟ واسه چی؟ واسه اینکه تو باعث شدی منو بکشونی اینجا، اونم درست تو بدترین شرایط کارم. متاسفم. فقط همین. دیگه جز این نمیتونم کاری بکنم. ببین فرشته، تو متاسفانه برای تلافی کردن بدترین زمان رو انتخاب کردی. خیلی خوب، فرق دیگه گذشت. حالا بگو ببینم زری اومده تو چی گفت؟ هیچی، همون حرفای همیشگی. نگران جمشیده، میترسه براش اتفاقی بیفته. دیگه چی گفت؟ بیشتر میخواست بدونه تو جاشو پیدا کردی یا نه. ها، پس اومده بوده پیش تو که یک اطلاعاتی کسب کنه. خب فکر میکنم. تو که چیزی نگفتی؟ من؟ چی میتونم بگم؟ مگه من از کار تو خبر دارم؟ همون بهتر که خبر نداشته باشی. میدونی تقصیر خود منه، تقصیر منه که روز اول تو رو فرستادم بری که خونه زرینا. از بری؟ آه حبست بگیم چی؟ خیلی خوب برمیم، من یه دقیقه میرم پایین. میشه خواهش کنم دیگه از این شیرین کاری ها نفرمید؟ ممنونم.
عروسی. الان مرکز گزارش کرد خود. جمشید رفته خونه سعادت آباد. سعادت آباد؟ معرفت ظاهرن برات جلسه چیدن. خب حالا باید چیکار کرد؟ باید فکر کرد. باید فکر کرد. ساعت 3 صداتون مفهوم نیست. به نظر من رفتن تو به خونه فرشاد زیاد صحیح نیست. اگه جمشید لب باز کنه میکشنت. عباسی من میرم بالا یه خداحافظی میکنم بعد میگردم ببینم چی کار میکنم. من بازود برم توشت. یه اتفاق مهمی افتاده که بیشتر از این نمیتونم. کی برمیگردی؟ معلوم نیست. یادت باشه ارتباط با زری قطع نکنی. شام خوردی؟ یه چیزای خوردم. امیر من خیلی نگرانتم. جای نگرانی نیست. آخه هر وقت که میری من فکر میکنم دفعه آخریه که میبینمت. خب این که خیلی خوبه. خوبه؟ بله، چون اگه اتفاقی برای من بیفته برای تو غیر منتظره نمیشه. این چه حرفیه که میزنی؟ شوخی کردم. هیچ وقت برای من اتفاق نمیفته. مواظب خودتون باشین. خدافظ. خدافظ.